وحید نیک گو مدیر بخش انیمیشن چندشنبه با سینا سکوتش رو شکست و از علت اصلی تعطیلی برنامه چندشنبه با سینا در شبکه MBC پرشیا حرف‌های جنجالی زده. با ما همراه باشید. همانطور که اطلاع دارید 3 هفته از توقف پخش برنامه چندشنبه با سینا در شبکه MBC پرشیا میگذره. از هفته‌های پیش برخلاف روال همیشگی پخش برنامه چندشنبه با سینا، شبکه ماهواره ام بی سی پرشیا از پخش قسمت جدید این برنامه خودداری کرده. چندشنبه با سینا با اجرای سینا ولی الله مجری پیشین سدو سیما نزدیک به 10 سال در قالب چند آیتم طنز علیه شخصیت‌های برجسته ایران برنامه می‌ساخت و پخش می‌کرد. سینا ولی الله از سال 92 برای اولین بار در شبکه ماهواره فارسیوان تولید و پخش این برنامه را شروع کرده. اما با تعطیلی این شبکه در سال 95 برنامه چندشنبه با سینا با کمی تغییرات به رادیو جوان منتقل شد و بعد از گذشت چند سال و در سال 97 برای دومین بار برنامه خودش رو تعطیل کرد و به استخدام شبکه ام بی سی پرشیا در اومده و برنامه سینا ولی الله بهمن ماه 97 در این شبکه پخش هفتگی خودش رو از سر گرفت. این برنامه بارها با تعطیلی‌های موقتی در این شبکه مواجه شده بود، اما تعطیلی اخیر او در شبکه ام بی سی پرشیا سر و صدای زیادی به پا کرده و حواشی‌های جنجالی رو به دنبال داشته، به ویژه اینکه سینا ولی الله آخرین قسمت جدید برنامه‌اش که 3 هفته پیش در بستر اینترنت در کانال یوتیوب خودش منتشر کرد و از اون تاریخ به بعد برنامه جدیدی به نام چندشنبه با سینا رو تولید نکرد. برخی رسانه‌ها مدعی شدند که از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان علت اصلی ممانعت شبکه ماهواره ام بی سی پرشیا از پخش قسمت جدید این برنامه است با سوژه کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش بوده. اما سینا ولی الله همچنان سکوت کرد و توضیح دادن در مورد پخش نشدن این برنامه حرفی نزد و در صفحات شخصی خودش بدون اعلام چرایی این اتفاق تنها به پخش اختصاصی قسمت جدید برنامهش در کانال یوتیوبش پرداخته که این اتفاق بی سابقه بود در دوران پخش این برنامه در شبکه ام بی سی پرشیا. البته لازم به ذکر است که سینا ولی الله تا این لحظه گمان زنی ها، نقل و قول ها و حواشی به وجود اومده در این مورد مبنی بر علت خودداری شبکه ام بی سی پرشیا از پخش برنامه چندشنبه با سینا رو نه تکذیب کرد نه رد کرد. اما حالا در تازه ترین خبرها آقای وحید نیک گو مسئول تولید پخش انیمیشن برنامه چندشنبه با سینا علت اصلی تعطیلی این برنامه رو افشا کرده. وحید نیک گو در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده برنامه چندشنبه با سینا تا روز 40 ابراهیم رئیسی از شبکه ام بی سی پرشیا پخش نمیشه و الان دارن بررسی میکنن که ببینن چجوری میتونن این افتضایی رو که به بار آوردن رو جمع کنن. و همچنین در ادامه گفته به دلیل عدم صداقت سینا و شبکه ام بی سی پرشیا با مخاطبان چیزمیز رو دیگه برای این گروه کار نمی‌کنم و دعوتتون می‌کنم به دیدن عکس‌العمل سینا ولی الله در مقابل طرح شدن برنامه بعد از 40 ابراهیم رئیسی. چیزمیزا انیمیشنی کوتاه با انتقاد به مواضع دولت ایرانه که قبل از پخش مصاحبه پخش می‌شد. کارگردان این انیمیشن وحید نیک گو و سینا ولی الله دوبلر شخصیت‌های این انیمیشن بودند. شبکه ماهواره ام بی سی پرشیا متعلق به شرکت رسانه‌ای به نام مرکز پخش خاورمیانه است که یک گروه رسانه‌ای بزرگ که بیش از 30 سال برای مخاطبان جهان عرب تولید محتوا می‌کنه که دفترش هم در امارات متحده عربی بود. 2 سال پیش دفتر مرکزی این شرکت از دبی به ریاض عربستان منتقل شد و با از سرگیری روابط دوستانه عربستان ایران، دولت عربستان دیگه اجازه پخش برنامه‌های انتقاد آمیز و مخالفت ایران رو نمیده. سینا ولی الله کمدین، مجری، تهیه کننده و مدیر تولید تلویزیون صداپیشه ایرانی متولد 25 مهر 1355 در تهران. فارغ تحصیل لیسانس گرافیک از دانشگاه آزاده و فوق لیسانس ارتباطات و روزنامه‌نگاری از دانشگاه هنر هستند. سینا ولی الله قبل از اینکه مهاجرت کنه یکی از مجریان برنامه‌های رادیو تلویزیون ایران و مسابقات جام جهانی بوده و در جام جهانی سال 2006 با 8 اجرا به عنوان پرکارترین مجری ایران شناخته شده و 3 بار به عنوان برترین گوینده رادیو نامزد دریافت جایزه بوده تا اینکه سال 83 این جایزه رو به دست آورده. اما تصمیم گرفته که کارش رو در ایران پایان بده و به لندن مهاجرت کنه. سینا ولی الله اولین بار سال 92 با تهیه کنندگی اجرای برنامه چندشنبه با سینا به شهرت رسید و تولید و پخش اون را در شبکه ماهواره فارسیوان شروع کرد. پدر و مادرش در رشته تئاتر تحصیل کردند و از کارمندی عالی رتبه وزارت فرهنگ هنر بودند. پدرشون در رشته چاپ و نشر تحصیل کرده و کارمند وزارت نیرو بودند و مهارت خاصی در زمینه نقاشی و خطاطی دارند. از همون دوران کودکیش با حمایت پدرش تونست که استعدادش رو توی نقاشی کشف کنه. همون موقع‌ها یکی از دوستای پدرش آقای احمد بهبهانی صدای متفاوت سینا رو کشف کرد و باعث شد که در 15 سالگی گویندگی رو تجربه کنه. به جای یکی از شخصیت‌های کارتونی صحبت کنه. سینا ولی الله با صدای منحصر به فردش توجه مصاحبه کننده ها را به خودش جلب کرد و به جای گرافیک اون را به عنوان گوینده رادیو استخدام کردند. اینقدر توی رادیو موفق بود که ظرف یک سال پله‌های ترقی رو طی کرد و به عنوان یکی از گوینده های ثابت برنامه زنده در 19 سالگی انتخاب شد و به کارش ادامه داد. بعد هم اجرای گویندگی برنامه‌های مطرح اون زمان مثل صبح ورزش، تازه‌ها و نگاهی به مطبوعات رو به دست گرفت و برای همین بعد از چند سال وارد شبکه جام جم شد و اونجا تونست به عنوان یکی از تهیه کننده‌ها و مجری کارش رو ادامه بده و در ویژه برنامه‌های جام جهانی، جام ملت های آسیا، جام باشگاه های اروپا و المپیک و در شبکه ورزش و خبر هم دیده بشه. سینا ولیولا در سال 2008 با دکتر روانشناس سمینه شهیم ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد و دوستی خیلی نزدیک هم با حسین توی و فرزاد فرحزاد داره. مرسی که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظر نظرات زیباتون در بخش کامنت ها هستیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. اگه از ویدیوهای ما راضی بودید کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم بفرستید. اگه تا اینجای ویدیو همراه ما اومدید بهتون پیشنهاد می‌کنم ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینید.